الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بیننده های گرامی برنامه تعلیمات اسلامی از شبکه مردمی نورین، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به برنامه خوش آمدین. امیدوار هستم که تا آخر برنامه با ما باشین. شما همین حالا می توانین به شماره 0747-98-98-23 زنگ بزنین و پرسش های دینی خود را بپرسین. در خدمت شما هستیم. راجع به غسل و دلایلی که در قرآن موجود است روی این موضوع بحث میکنم، بحث کوتاه. شما میتوانین به شماره 0747-98-98-23 زنگ بزنین. یکی از بیننده های ما نوشته کردن که به کدام آیت ما استناد میگیریم، دلیل میگیریم که غسل فرض است. الله جل جلاله در قرآن کریم میفرماید، بسم الله الرحمن الرحیم، و این کنتم جنوبا فطهرو، اگر شما جنوب بودین باز خدا خوب پاک بکنین. ببینین که الله جل جلاله کلمه فطهرو صیغه امر مبالغه، در امر مبالغه شده. فطهرو خدا خوب پاک کنین. خوب پاک کنین به این معنا که هیچ عضوی بدنتان خشک باقی نماند. فطهرو به این معنا که از بدنتان هیچ قسمتی از بدنتان چی کم باشد یا زیاد باید خشک باقی نماند. علما نشته می کنند که در بسته بدن انسان باید مقداری سر سوزن هم خشک باقی نماند. توجه بفرمایید و کوشش کنین زمانی که غسل می کنین این موضوع را در نظر بگیرین که تمام اعضای بدنتان باید تر شود. کوشش کنین که به تمام اعضای بدنتان آب برسد. یکی موی ها اگر مثلا خشک باقی بماند، کسی موی بلند داره یا موی زیاد داره، موی انبوه دارد، اگر زیر مو تر شود و خود موی باقی بمانه و خود موی خشک باقی بماند، باز در اینجا غسل درست می شود. کسایی که موی بلند دارن و یا ریشی بسیار انبوه دارن، اونا کوشش کنن که آب به زیر موی برسانن. زیر موی حتما باید تر شود. وقتی که تر شد فرض ادا شد. یک بار شستن تمام اعضای بدن در غسل فرض و دو بار دیگر سنت که مجموعه سه بار می شود. کسی غسل می کند سه بار باید خدا بشوید. طریقه سنتشم روزهای گذشته در برنامه ها بحث کردیم، حالا هم حضورتان بیان می کنم که رسول الله علیه السلام اول وضو می فرمودند و بعدا غسل می کردند. وضو بکنین، وقتی که وضو تکمیل شد باز از شانه راست سه بار آب بندازین، به شانه چپ، به سر، همین قسم خود مطمئن بسازین. چی هوا سرد باشد، چی گرم باشد، چی موقع غسل باشد یا نباشد، در هر زمانی که شما غسل می کنین باید این موضوع را در نظر بگیرین که اعضای بدنتان یا حصه و قسمتی از اعضای بدنتان باید خشک باقی نماند، که خدا یکتا به امر مبالغه از ما شما خواسته. و این کنتم جنوبا فطهرو، وقتی که شما جنوب باشین خوب خدا پاک بکنین. خوب خدا پاک به این معنی که توجه بفرمایین در شستن بدن خود، که تمام بدن خود را باید بشوین. قسمی که در برنامه گذشته عرض کردم، اگر کسی مشکلی دارد، مریض است، تیمم بزند. اگر کسی عضو بدنش زخمی هست، پانسمان دارد، او قسمت را میتواند مسح بکشد و اگر از غسل کردن عاجز میماند میتواند در بدر غسل از تیمم استفاده بکند. اما کسی که غسل میکند این نکته را باید در نظر داشته باشد که الله جل جلاله میفرمد فطهرو، خدا خوب پاک کنین. اگر موسم سرد است، آب سرد است، باز هم توجه بفرمایین که آب به زیر موی بدنتان برسد و از بدنتان هیچ قسمتی خشک باقی نماند. حالا به شماره 0747
9898-23 زنگ بزنین و پرسش های دینی خود را بپرسین. در خدمت شما هستیم. بیننده های عزیز، زمانی که تماس میگیرین صدای تلویزیونتان را خاموش بسازین. بله بفرمایین. سلام علیکم استاد. و علیکم السلام و رحمت الله و برکات خواهر. صحتمند هستین؟ شکر، صحتمند دارم. بفرمایین. تشکر خواهر گرامی. حضور شما عرض بکنم در ارتباط قرض حسنه و مضاربت. قرض حسنه قرضی را میگن که یک انسان به برادر خود، به خواهر مسلمان خود در وقت نیازمندی قرض میدهد. قرض حسنه وقتی که داده شد میادش باید تعیین شود، میادش تعیین شود که برای یک سال برای تو من قرض میدهم. البته در این قرض کدام مفادی، کدام امتیازی در نظر گرفته نمی شود، محض به خاطر صله رحمی، محض به خاطر همکاری با انسان مسلمان و با برادر و خواهر مسلمان خدای یکتا ایرا مشروع گردانیده. حتی در یک جا از قرآن کریم قرض حسنه را خدای یکتا نسبت به خودش کرده که کی به ما قرض می دهد؟ تو به فقیر قرض می دهی، نشتمی که دخد که یک سال قرض پیسه مرا باز بیار. اینمی قرض الله گفته که این قرض در حقیقت به ما داده شده. و در ارتباط مفادی از این علما نشته می کنند که 50% اونمو ثروت قرض داده شده، 50% در اعمالنامه شما حسنه نشته می شود. مثلا 100,000 افغانی خودت به یک فقیر یک ساله قرض دادی، الله جل جلاله 50,000 افغانی را در اعمالنامه تو اجر پاداش نشته می کند. یک. و یکی مضاربت است که مضاربت قرض گفته نمی شود. مضاربت یک نوع شرکت است، شرکت مشروع، شرکت درست. شرکت مشروع مضاربت، مثلا 100,000 افغانی خودت به من میتی، مرا میگی که پیسه از من کار است، تو من کاروبار کردن نمیتونم، خودت کاروبار میکنی، 100,000 مرا بگیر کار بکو. خا اینال پول از خودت شد، کوره راس المال میگن. و خودت مثلا که است مالکی پیسه استی، رب المال میگن شما را، و ما که هستم مضارب استم، مضاربت میکردگی و شرکت مضاربت به پیش میبردگی. حالا در مفاد از این ما خودت میشینیم میگیم مفادش فیصدی تقسیم، در هر فیصدی که ما خودت توافق کردیم. مثلا خود گفته که ماهواره میره حساب بکن، 100,000 که در کار انداختی در آخری ماه حساب بکن، مثلا 120,000 افغانی شد. باز در 120,000 افغانی ما شما توافق کردیم که 50% از شما فایده، 50% از من. حالا دیگه 20,000 افغانی فایده کردیم، 10,000ش از شما میشه، 10,000ش از من میشود. این شرکت میگن، این قرض نیست. و این شرکت، شرکت مشروع است، شرکت درست است و شرکت شرعی است. اگر به 70% جور آمدیم، به 20% جور آمدیم، یعنی او به اتفاق جانبین گذاشته شده، به هر فیصدی که ما تو جور آمدیم پیش میبریم میره. باریکیش در اینجاست که اگر خدای نخواسته مثلا 100,000 خودت من کار کردم یک ماه که دمی جنسی که خرید و فروش کردم من نقصان کردم، حالا که ما بار دوم پولا که نقد کردیم دیدیم که 90,000 افغان است، 10,000 افغانی نقصان کردیم، امی 10,000 افغانی رو نقصان خودت میپردازی. خودت رب المال هستی، خودت صاحب مال و صاحب پیسه هستی. شریعت خودت میگه که 10,000 تو بپرداز، کارگر دیگه آزار ندی. اگری که در فایده نقصان کردیم، باز در فایده هم من میپردازم هم تو میپردازی. مثلا یک ماه کار کردیم، 100,000 افغانی را یک ماه کار کردیم، حساب کردیم 100,000 افغانی باقی مانده، هیچ فایده نیست.
وجود نداره. پس این می که نیسته تو هم محروم شدی از پیسه فایده، من هم محروم شدم. اینطور ایره میگن مضاربت. یکی تغییر خلق الله، بلی تغییر خلق الله، سراخ کردن گوش، چندن ابرو، کشت کردن موی، همه از تغییر خلق الله است. تغییر خلق الله حرام است، از شیطان، از الله جل جلاله بسیار زندگی طولانی خواست، گفت مرا تا یوم القیامه الله زندگی بده. همون شیطانی که حضرت آدم باعث شد که از درخت استفاده بکند، همون شیطان حالا هم زنده است. الله پرسان کرد، گفت چرا اینقدر عمری دراز میخوایی؟ گفت من اولاده حضرت آدم، گفت چی میکنم؟ فلیبتکن آذان الانعامی ولیغیرن خلق الله. ما اولاده حضرت آدم باعث میشم و ما سبب میشم که اینا گوش های ایوانات سراخ کنن، قسمی که امروز گوش های ایوانات را سراخ میکنن. ولیغیرن خلق الله، ما اینها را باعث میشم که خلقت خدا را تغییر بدهن. بناهن ابرو چندن خلقت خداست، تغییر خلقت خداست، سراخ کردن گوش ها تغییر خلقت خداست، سراخ کردن بینی تغییر خلقت خداست. شما زیورات میتونین در گردنتان استفاده کنین، میتونین زیورات در دستایتان استفاده کنین. اتنه میشه که گوش و سراخ کو استفاده کو، میشه در خود گوش استفاده کنی، بدون سراخ کردن استفاده بکنی. بناهن در تغییر خلق الله هم چندن ابرو داخل است، هم سراخ کردن بینی و گوش، و هم چندن ابرو یا کشت کردن موی. کشت کردن موی هم تغییر خلق الله است. چرا که زنی به نزد رسول الله علیه السلام آمد، گفت یا رسول الله، دختر ما فاتحه کردیم، یعنی نامزاد کردیم، موهایش به اثر یک مریضی تکیده، میشه که پیوند بدهم؟ رسول الله علیه السلام من فرمود، گفت نه موکشت نکنین. گفت لعنت خدا به موکشت میکدگی، لعنت خدا به دکتری که موی کشت میکند، به هم به انسانی که میره و که موی مرا کشت کو، به او پیامبر لعنت فرستاده، هم به دکتری که موی کشت میکنه به او لعنت فرستاده. بناهن از کشت کردن موی، از چندن ابرو، از سراخ کردن بینی، از سراخ کردن گوش، از اینها بپرهیز، این که تغییر خلق الله هست. بله فرمایید. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. میشنوم تلویزیون تا پخش کو. بله گفتم امی چیز تا امی یک لازه که نیه به دختر خود زنا کنم به یک سال. میشنویم خوی یک امری واضح هستی را چرا پرسان میکن شما؟ گفتم مازه که به زن خود به یک دختر خود یک سال زنا کنه، بعد از او که تا خوشی خود دست اندازی کرده بود زحمت بزرگ بی بی خواهر گرامی، زینا در مجموع حرام است و با زینا کردن با محارم سبب لعنت خدا می گردد. لعنت خدا به او مردی است که با محارم خود زینا می کند، یعنی با کسی که نکاحش جواز نداره با او زینا می کند. خوب شده مردار شده، واجب القتل بود، او باید نه تنها کشته که بیخی با سنگسار می شد و به اشد مجازات و به اشد مجازات به نوی قبیحتر باید او محکوم می شد. از لحاظ شرعی کسی خانم داره زنا میکنه بعد سنگسار شود، کسی با محارمش زنا میکنه بعد او سختتر جزا داده شود و کشته شود. بله بفرمایید. تلویزیون نینا جادر. بفرمایید برادر، برنامه تعلیمات اسلامی در خدمت شماست. مولای خوب است، خوب است. شکر، صحتمند دارمی؟ بفرمایید سر. اگر نیت نکنه یا که وضو نکنه آیا غسل صحیح است؟ بی برادر گرامی، در وضو نیت شرط نیست.
تو به قلب نیت بکنی نکنی، به زبان نیت بکنی نکنی، می عمل وضو را که انجام بدی وضوی تو درست است. تو در غسل اگر وضو نکردی و غسل کردی، دهان بینی تا شستی، باز هم وضوی تو شده و نماز تو درست است. بله فرمایید. سلام علیکم و شما. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. یادداشتی بخیر هستی؟ شکر، شما خوب هستین؟ سیاد من بفرمایید. حالا شما طرف شما داشتم راجی بیشترم گفتیم که تحصیل خلق الله حرام است. دیگر یک کسی یک وزی بدن خود از دست داده باشد، مثلا یک چشم خود از دست داده، اگر چشم مصنوعی دو هم دخته میشه چه قسم است؟ یک سوال. سوال دوم میشه که بالا شما محترم کسی که جنوب میشه او اگر بیرون بره و دارد مایده بکنه یا فورا غسل بکنه به چه قسم میشه؟ او یک موضوع فطریسته. خدا یک تا انسان توری آفریده که وقتی که معذور شرعی شود خود در خود به ادرار نیاز پیدا می کند. این فطری است، این ضرور نیست شما پرسان بکنین. بخواهی نخواهی ادرار می شود بعد از جنوب شدن. وقتی ادرار شد دیگه مشکلی نیست و غسل شد پاک صفا ستره هستی. دیگه استفاده از عضوی بدن انسان نارواست. مثلا رسول الله علیه السلام میگه که از عضو بدن انسان شما استفاده نکنید. کسی از قلب دیگر، کسی از گرده دیگر، کسی از چشم دیگر، کسی از دست دیگر استفاده میکنه، از لحاظ شرعی حرام قطعی است. متباقی اشیای مصنوعه، مثلا اگر تو پای میسازی برای اینکه رفع ضرورت کنی، این در شریعت جواز داره. مانند که دندان مثلا میسازی، دندان ساختن در شریعت جواز داره، پای مصنوعی ساختن هم جواز داره. اما چشم برای چی؟ چشم مصنوعی خود کار نمیده. کار که نمیده یک رب بد شکلتر معلوم میشه و حساب زیبایی و قشنگی هم که است کدام زیبایی رو به میان نمیارد. شما از این بپرهیزین، اما از عضو بدن دیگه انسان استفاده کرده نمیتواند و حرام است در شریعت. بله بفرمایید. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید خواهر. خواهر ما خیلی دوست خواهم شوهرم امروز من امیستر میشه. آیا خود سرمان میگرده یا میشه؟ شوهر خواهم کده خانم جوان. بیبی خواهر گرامی، موضوع احتلام است. چی شوهر یا چی جنیات یا چی مثلا مرد دیگری در خواب که همبستری میکنند مشروط به شرط. اگر آبی از وجود انسان براید، اونو احساس شود، در لباسایش ببیند، در جسمش ببیند، غسل بالش فرض میشود. اگر ای که آبی وجود نداشته باشد، به محض دیدن خواب غسل بالا انسان فرض نمی شود. چرا رسول الله علیه السلام می فرمد شما احتلام میشین وقتی که بلند شدین ببینین اگر آبی وجود داره و مثلا آثار آب در جسمتان وجود داره شما غسل بکنین، در غیر از او غسل بالا انسان فرض نمی شود. ایره احتلام میگن خواهر. شنونده های گرامی و بیننده های عزیز، شما کوشش کنین که به شماره 0747-98-98-23 زنگ بزنین و پرسش های دینیتان را بپرسین. بله. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. و روز مکرم یک سوال داشتم. مثل که یک جای سفر بره، مثلا در لندن هم میخواهیده و پس ببین خواهر گرامی، عمر انسان به دست خدا یکتاست، رزق انسان مقرر شده. کسی که پس میاد چی منو که رزقش در اینجا بود؟ اونمو رزق، اونمو آب و اونمو غذایی که تو در افغانستان استفاده میکنی اونمو تره پس باز میاره و این تقدیرات الهیسته و خدای یکتا تقدیر قبلا نوشته کرده. حتی لقمه از رزق تو باقی نمیمانی، در هر جای لقمه از رزق تو باشه تو اونجا میروی و او را میخوری. بله بفرمایید. بفرمایید. تماستان قطع شد. بیننده های گرامی باز هم تماس بگیرین و موقعیت درست انتخاب بکنین. بله. بله. بله می دختره که سوال داره بیان. بله بفرمایید. بله. 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 بله
و علیکم السلام، بفرمایین خواهر. بخوان. ببین غلطی های تجویدی داری خواهر گرامی. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر ان الانسان لفی خسر ان الذين نه الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اتر بخانین شما به قاری صیبا مراجعه کنین و قرآن کریم را زیبا بخانین و به تجوید بخانین که تا الله شما را اجر پاداش بدهد. کوشش کنین که قرآن را یاد بگیرین. خرد و کلان و زن و مرد بالایش فرض است که قسمتی از قرآن یاد داشته باشین و اورم به صورت اساسی یاد داشته باشین، به صورتی که قرآن کریم حقش ادا شود. قرآن کتاب خدا و زبان عربی است، به لهجه عرب ها و به قسمی که خوانده می شود شاید و باید است بعد اونو متر ما شما یاد بگیریم. خودت به قاری صیبا مراجعه کو، خوب قرآن کریم را اساسی بخوان، اول الف بار بخوان، باز آهسته آهسته سورت ها را بخوان که تا خوب صحیح یاد شود. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. بیننده های گرامی سپاسگزار هستم که تا حال در برنامه با ما بودین. تا برنامه های بعدی شما را به الله یکتا می سپارم. الله نگهدار شما. بسم الله الرحمن الرحيم. فاسألوا أهل الذكر إن